جمال، کمال، سج، سج متوازی، هم هم وزنه، هم هم آخر یکی. خب لبی کلام، خلاصه کلام چی گفتیم؟ سج در آخر دو جمله. هنوز 20 سال نداشتم که پا در معرکه گذاشتم، نداشتم و گذاشتم. سج متوازی. اومدیم آخر دو جمله، این هم بود منت خدای را، یا عذر میخوام، جمله ما اینجوری بود که فتو است، رو است، آخر دو جمله است و است، این همه فتو با رو سرچ میشه. دو کلمه آخر این هم بود، کلمه قبلترش. سه کلمه آخر این هم بود، کلمه قبلترش. ما هم همونجا وایستادیم و اون چی که گفته بودیم رو تکرار کردیم. اما اینجا رو نگاه کنید، سج، چند سج میتواند پای سر هم ذکر شود؟ یعنی چه استاد؟ جمله اول بخون، به نام آن خدایی که نام و راحت روح است. خب این جمله اول، و پیغام او مفتاح فتوح است. آقا این جمله دوم، شما روح رو با فتوح سج میگیرید. است و است عین همه، روح فتوح، روح فتوح، سج مترف. جمله بعدی نگاه کنید، و ذکر او مرهم دل مجروح است. است و است این با این عین همه خط میخوره، مجروح با فتوح. پس اگر جمله اول با دوم، دوم با سوم سج بشه، به همین شکل میتونه سوم با چهارم، چهارم با پنجم، خلاصه سج بشه، بهش میگن سج متواتر یا پی در پی. نوعی از سج نیست، ولی در یک کنکور آزمایشی برای دانش آموز سوال دادن کدام گزینه سج متواتر میبینید؟ گفتی یا ابوالفضل کمکم کن، این دیگه چیه؟ خب عزیز من، سج در دو جمله اتفاق میفته. اگر بیش از دو جمله اتفاق افتاد، یعنی اولی با دومی، دومی با سومی، سومی اگه شد با چهارمی، میشه سج متواتر، یعنی پی در پی. استاد نمیتونه اولی با سومی بشه، نه، همیشه اولین جمله با نزدیکترین جمله، اولی با دومی، دومی با سومی، سومی با چهارمی، سج متواتر. چیزی نیست، شوخیه. اگر به جای اینکه در دو جمله سج ببینیم، در سه جمله یا بیشتر از اون سج ببینیم، اولی با دومی، دومی با سومی، بهش سج متواتر یا پی در پی میگویند. خب من تا همینجا گفتم، میخوام از اول مرور کنم، قشنگ گوش کنم. ببینید دانش آموزی که رتبه 6 انسانی شده در خاطراتش چی نوشته. نوشته استاد، تازه اون زمان بچه برنامه آنلاین نبود برای بزن آفلاین عقب جلو کنه، میگفت شما وقتی درس میدادید، من درس شما، صدای شما رو ضبط میکردم. میدونی صدای ضبط کرده هیچ وقت ارزش تصویری که نداره که. میگه میرفتم میخونه، قبل از اینکه به تست برسید، یعنی شما به تست توضیح بدید، من توضیح شما رو بین 6 تا 7 بار گوش میکردم، با اینکه داشتم دیگه بالا میوردم ولی گوش میکردم. و قبل از اینکه تست بزنم میگفتی برو اون درس رو برای من تمرین شل کن. دونه دونه همه تمرینات رو درس حل میکردم. وقتی میخواستم تست بزنم احساس میکردم یکی داره با مخم شوخی میکنه، چون هر چه نقطه بود تو در زمان توضیح تشریحیتون کاملا به ما میگفتید. تازه فهمیدم تشریح تست این نیست که یکی به ما تشریح درس میده، که بله ما وقتی درس میدیم تشریح میکنیم، اول امتحان مرسی داشته باشه اسم میکنه شوخی کرده که با تو، ولی در همان تشریح نکات رو بیان میکنیم. خب برگردیم بچه با هم از اول یه مرور کنیم، قشنگ نگاه کنید با من، حتی تکرار کن. سج به سه دسته، سج مترف، مترف، سج متوازن، سج متوازی. تکرار کن تو سالن. مثلا ما اومدیم بچه ها 2000 آدم نشسته، یه مبحثی رو درس دادیم، طرف اومده بعد از این زمان مثلا اتمام همایش پرسه گفته سج مترف رو میشه یه بار دیگه توضیح بدید؟ گفتم چی؟ گفت سج مترف. گفتم ما مترف نداریم. گفت همون که ته دست دار داشت. این چرا بچه ها؟ آیا هوشش کمه؟ نه، چون موقعی که میگم تکرار کن با من نگاه میکرد خیره میشد. عزیزم تو خونم هستی، من لبخونی کن، نه تازه بیری بگم مترفه دیگه، طرفه، طرفه، یطرف و مترف، تطریف بر وزن تفعیل اسم مفعولشه، ما داره که مونده آخر ا داره. سج مترف، سج متوازن، سج متوازی، زن زی جدا کن. سج مترف چیه؟ آن است که دو کلمه که سج میشن در حرف آخر حداقل یکی هست، اما هم وزن نیستن. شکست و دست، بخشش کن، شکست دست، تعداد حروفش هم یه اندازه نیست.
رو با فوتو، رو فوتو، تعداد بخشش اندازه نیست. نو با مجرو، نو مجرو، سجع مترف، سجع متوازن.